در پی حمله تروریستی امروز نام گروه الاحوازیه و مقاومت ملی احواز شنیده شد. گروه الاحوازی تحت عنوان عربی حرکت لنزال عربی از سال 76 با مشی مسلحانه با هدف سرنگونی جمهوری اسلامی از راه تجزیه استان خوزستان فعالیت خود را آغاز کرده، مرکزیت استقرار خود را در لندن قرار داده. در چند شهر اروپایی دیگر چون کوپنهاک و سوئد هم نشست‌ها و سمینارهایی برگزار می‌کند. رهبر این گروه جدایی طلب فردی به نام حبیب جبر است که در توییتر خود حمله گروه مقاومت ملی احواز را دفاع از حق و در راه مقابله با سپاه پاسداران عنوان کرده او در توییت دیگر روز ملی عربستان را هم پیش در طی پیامی تبریک گفته این گروه نزدیک به عربستان سعودی با آنکه رسما خود را بانی این حمله معرفی نمی کند اما تشکیلات نظامی تحت عنوان آل ناصر دارد که اقدام به چندین عملیات در داخل هم کرده چون بمبگذاری سال 84 احواز که طی بیش از 11 تن کشته و نزدیک به 90 نفر زخمی شدند. با آنکه تضیه طلبی و تهدید تمامیت ارزی مساق قانونی نداشته و ندارد و از سوی نشانه گرفتن جان مردم و نیروهای نظامی کشور آن هم در سالگرد آغاز جنگ ایران و عراق گواه رویه ای جنگ آبان است اما پرسش اینجاست چرا باید تمامیت ارزی یک کشور این چنین هدف حمله قرار بگیرد در میان آشوب خاورمیانه جنگهای نیابتی در عراق سوریه و یمن از یک سو هم به تشدید تنش منطقه دامن زده هم عرصه شده برای تقابل ریاض و تهران دو قطب مذهبی منطقه که هر یک میخواهند برنده کارزار باشند بالاخص این روزها در یمن جنگ یمن روی روی نظامیان یمنی تحت حمایت سعودی با حسی هایی است که با پشتیبانی تهران هم با دولت مرکزی در جدالند و هم خیز برداشتن برای نابودی حکومت آل سعود چندین مرتبه حملات موشکی به خاک عربستان سعودی گواه این ادداز. او اسکان سعودی محمد ابن سلمان سال گذشته در همین راستا گفته بود که جنگ را به داخل ایران می کشند. او در مقام وزیر دفاع ریاض تاکید دارد که تهران اهل گفتگو نیست و اگر به اقدامات تهدیدآمیزش در منطقه ادامه دهد، برخورد عربستان چنین خواهد بنابر این ضمن محکومیت هر گونه اقدام تروریستی و تهدید یک پارچگی ایران زمین نمیتوان ایدئولوژی صدور انقلاب و تحمیل تفکر شیعه و دیپلماسی تنش‌زایی نظام اسلامی را در مراوده با جامعه بین الملل در چهار دهه گذشته در پراکندن تخم نفرت بی دانست. بدون شک در مسائل منطقه آمریکا به مقصود خود نخواهد رسید و ما انشالله مقاصد خودمون رو تحقق خواهیم بخشید. فیروزه جابانی، اتاق خبر.